تحول فکری ایرانیان. اگر یاد بگیریم تفکر نقاده، کمک میکنه که بتونیم تصمیم‌های دشوار بگیریم. تصمیم‌های دشوار در شرایط دشوار بسیار اساسی است و اصلا فرق بین انسان‌های موفق و ناموفق اینه که در شرایط دشوار میتونه تصمیم نگیره که خودش تصمیم گیریه، یعنی دست به هیچ اقدامی نزنه، فعلا بایسته ببینه که اوضاع احوال چگونه است و اجازه ندیم که دستکاری بشیم، مانیپولیت بشیم. مانیپولیتمون میکنن، خیلی راحت میتونن هیجانات ما رو در واقع به این سمت اون سو ببرن. من چند بارم تو گفتم رو تو وایس اومده، برخلاف اینکه همه میگن حرف راست بچه بشنو، اتفاقا بچه فوق دروغگو هم. حالا اگر جایی یه چیزی رو بر اساس اینکه سیاست ندارن راستشو گفتن، این شده مثل، چون بچه سیاستی نداره راستو از اون بشنو، در حالی که بچه تلقین پذیر، تخیل میکنه. شما همین الان یه بچه رو بیار، بچه خودمونو بنشون، دو دقیقه باهاش صحبت کن، راجع به اتفاق نیفتاده یه باشه باش تصویر سازی میکنه، باورش میشه که افتاده و میگه آره همچین چیزی بوده. حالا ما دیدیم دیگه، مثلا یومین تو برنامه خودم یه بچه رو بردم میگم ببین چی دیدی، چی دیدی، دیدم مثلا یکی اینطوری تو بابا. انبوهی از پژوهش ها هست که معمولا شاخص های کمی والدین با احساس کودکان نمیخونه، یعنی شما به طرز عجیبی میبینی مثلا میگم پدرت ببین تمام زندگیشو برای تو گذاشته، پدر خوبی نبود، سنگ دل بود، تمام عامل بدبختی اینا بود. و من اونوریش هم زیاد دیدم ها، یعنی دیگه تقریبا همین مونده که بابا سر بچه رو ببره کلیهاشو بفروشه، این آقای ما اصلا حرف نداره، من اصلا نمیتونم یه لحظه تو ذهنم بهش بد فکر کنم، میگه دیگه چیکار می‌خواد با تو بکنه که تو ازا. یا همین دوست و فردوس پسرا مثلا دیگه اسم میگم که ببین این کسی که چی شدی، اگر نمیدونم میرفتی تو خیابون یه نمیدونم آنتی سوشال مجرم از زندان آزاد شده با من دوست پسر انتخاب می‌کردی زندگی بهتر بود تو این. من نه، این عشق واقعی منه، این خیلی منو دوست داره، مثل که بشر یه گیری داره نمیتونه اینو حل.